تلاش ها برای آغاز انتقالات از طریق خط آهن خواف‌هرات در بهار سال پیش رو. رئیس اداره خط آهن میگوید کار بازسازی خط آهن خواف‌هرات جریان دارد و ممکن است که در ماه عمل سال پیش رو انتقالات از این مسیر آغاز گردد. این خط 62 کیلومتر طول دارد. پروژه زیر کاری که ما داریم عملی بود خواف‌هرات است که امرا ایران ما داریم 62 کیلومتر است. انشالله در یک ماه یا 15 روز کارایش انجام داده میشه و از اون بعد انشالله در سال آینده انشالله بعد از حمل یا دمای حمل انتقالات از ایران شروع میشه. مقام های اداره خط آهن پیش از این نیز از انکشاف خطوط آهن در نقاط مختلف کشور به هدف افزایش میزان واردات و صادرات کالاهای بازرگانی خبر دادند. آگاهان اقتصادی نیز بر جایگاه ویژه خطوط آهن در افغانستان تاکید می کنند. می گویند سرمایه گذاری در این زمینه در کاهش میزان بیکاری، افزایش صادرات و تولیدات داخلی و واید داخلی کشور مهم و حتمی است. خط آهن فعلا اولین وسیله انتقال کالاها و وسیله ترانسپورتی به منظور رسیدن کالا از یک جا به جای دیگر و مسئله رشد اقتصادی مطرح می کنند. از این لحاظ در مجموع در افغانستان هم که ما باید 3400 کیلومتر خط آهن ایجاد بکنیم و اون با کمک بانک انکشافی آسیایی در مجموع منطقه 24000 کیلومتر خط آهن است، یکی از وظایف اساسی هر دولت در افغانستان است. این اداره همچنان از بازدید هیئت افغانستان و ایران از راه آهن خواف‌هرات خبر داده است. خبرنامه این اداره می‌افزاید که استیشن غوریان را به گونه رسمی به جانب ایران سپردند تا آنان دفاتر تکنیکیشان را فعال و نقص‌های تکنیکی باقی مانده این راه آهن را رفع کنند. بر بنیاد خبرنامه اداره خط آهن، هیئت ایرانی به گونه کتبی تعهد سپرده که پیش از ماه عمل اولین قطار به سوی افغانستان در حرکت آید.